به نام خدا. سلام، جلسه قبل این موارد رو بهتون گفتم و بریم سراغ ادامه مثلثات با تعریف مثلثات در مختصات دکارتی کار رو شروع خواهیم کرد. همراه من باشید. کار رو با تعریف نسبت های مثلثاتی در دستگاه مختصات دکارتی آغاز می کنیم. می دونیم که دستگاه مختصات دکارتی، اگر آشنایی ندارید با دستگاه مختصات دکارتی، من در دوره تابه دستگاه مختصات دکارتی رو تدریس کردم که میتونید از کانال من ببینید. دو تا محور عمود بر هم داریم در مختصات دکارتی، X و Y، و مبدأی که این دوتا همدیگه رو قطع کردن اسمشو میذاریم او، و یه همچین چیزی رو میتونیم وصل کنیم به همدیگه این دوتا نقطه رو، و میگم که اینم نقطه آ هستش که به مختصات حالا X و Y بهش اطلاق میکنیم و تصویرش میکنیم روی محور X ها که به اندازه X ها اومده. حالا من اینو با ایکس بزرگ نشون بدم، اینم با ایکس کوچیک نشون بدم، به وای بزرگ نشون بدم، ببخشید. به این صورت ایکس و وای هستش مختصات این نقطه آ. این او آیی که گفتم رو بهش میگیم، در این بحث مثلثاتمون بهش خواهیم گفت شعاع حامل. الان توضیح خواهم داد. میبینید که اینجا یک مثلث قائم الزاویه‌ای تشکیل شده برامون. یه مثلث قائم الزاویه‌ای تشکیل شده. پس من دوباره میتونم همون حرف‌ها رو که قبلا زدم بزنم. اگه اینجا زاویه آلفا باشه، میتونم بگم که سینوس آلفا برابر هستش با وای به آر، و کوسینوس آلفا برابر هستش با ایکس به آر، تانجانت آلفا برابر هستش با وای به ایکس، و کوتانجانت آلفا برابر هستش با ایکس به وای. از اینجا من میتونم یه طرف این وسط این بزنم، بگم که وای برابر هستش با آر سینوس آلفا، و از اینجا بگم که ایکس برابر هستش با آر کوسینوس آلفا. انگار اندازه اینجا هستش آر کوسینوس آلفا، و اینجا هم هستش آر سینوس آلفا، که این دوتا با هم هم اندازه هستن و این دوتا هم با هم هم اندازه هستند. حل. پس اینجا تعیین کردیم اینو. حالا بریم تعیین علامت انجام بدیم براشون. تعیین علامت نسبت های مثلثاتی. دوباره همون محورها رو من میکشم، ایکس و وای رو، به این صورت، و میگم که در ناحیه اول سینوس من مثبته، چون زاویه‌ای که وجود داره از 90 درجه کمتر یا نهایت 90 درجه هستش، و میگم که سینوس آلفا در این ناحیه مثبته، کوسینوس آلفا هم مثبته،
تانجانت، چون تانجانت نسبت سینوس به کوسینوس هستش، مثبت تقسیم بر مثبت میشه مثبت، پس تانجانت آلفا مثبت، مسلما کوتانجانت آلفا هم که هم علامت با تانجانت هستش اونم مثبت. در این شد ناحیه اول، این یک ناحیه، یک ناحیه دو گفتم که پاد ساعت گرد میچرخیم دیگه به این صورت. سینوس آلفا دوباره مثبته اما کوسینوس آلفا منفیه، پس در نتیجه تانجانت آلفا منفیه و کوتانجانت آلفا هم منفی هستش. در ناحیه سوم سینوس آلفا منفی، کوسینوس آلفا منفی، تانجانت باید مثبت باشه چون سینوس کوسینوس منفیه، منفی در منفی مثبت، یا منفی تقسیم بر منفی میشه مثبت، کوتانجانت هم که هم علامت تانجانت هستش مثبت میشه. در ناحیه چهارم، در ناحیه چهارم سینوس آلفا منفی، کوسینوس آلفا مثبت، تانجانت آلفا منفی، کوتانجانت آلفا هم منفی هستش، کوتانجانت آلفا هم منفی هستش. و برای اینا من میام کد گذاری بهتون میگم. ببینید در ناحیه اول همشون مثبته، یعنی همه ه. ناحیه دوم فقط سینوس مثبته، سین سینوس. ناحیه سوم فقط تانجانت مثبت، که کوتانجانت باشه هر علامته، همون ت رو انتخاب میکنم. ناحیه چهارم کوسینوس مثبته، کا میذارم، خب یا همون ک خودمون. این حروف کنار هم دیگه میشه هستک، یعنی هستک رو شما حفظ بکنید این حله. هستک رو حفظ بکنید این حله. و بعد حالا بذار اینا رو هم بگم بهتون. ببینید پس ناحیه اول شد آلفا در ناحیه اول، آلفا بین پی صفر تا پی دوم، و آلفای بین ببخشید صفر ندیگه پی دوم تا پی میشه آلفا در ناحیه دوم و ناحیه سوم آلفا در ناحیه سوم، سپی دوم پی و سپی دوم، سپی دوم تا دو پی هم آلفا در ناحیه چهارم هستش. اینم نواحیمون هستش. حالا بهتون گفتم اون بالا که اون شعاع حامل اوآیی که داشتیم وقتی دوران بکنه حول این نقطه او، این نقطه آی ما روی یک دایره انگار حرکت کرده، که این دایره رو بهش میگیم دایره مثلثاتی. و شعاع این دایره مثلثاتی رو هم چون در محاسبات برامون خیلی تأثیر خاصی نخواهد گذاشت، واحد در نظر میگیریم، حالا یک سانتی متر، یک متر، یک کیلومتر، هر چقدر. پس دوباره من اینو بکشم، این شعاع حامل او آیی که داشتیم اگه این دوران بکنه انگار روی یک دایره حرکت کرده. بذار دایره رو هم من مرتب اینجا بکشم،
انگار روی یک دایره حرکت کرده که این دایره رو دایره مثلثاتی می نامیم و بریم محورهامون رو مشخص کنیم، محورهای خودمون رو مشخص بکنیم، دایره و این هم محور ها. دو تا محور دیگه برامون میمونه که حالا الان میکشم. به این محور میگیم محور کوسینوس ها، به این محور هم میگیم محور سینوس ها. دو تا محور اصلی دیگه هم داریم، محور تانژانت و محور کوتانجانت. محور کوتانجانت که جهت مثبت رو اینجا به این صورت میگیریم، جهت مثبت اینجا رو به این صورت میگیریم، جهت مثبت تانژانت رو هم یعنی اینجا در نظر میگیریم، اینجا پایین منفی، این طرف منفی و این طرف مثبت. این چهار تا محور اصلی هستش که خواهیم داشت و میدونیم که پاد ساعتگرد هم بچرخیم در جهت مثبت مثلثاتی که به صورت قراردادی گفتیم در جلسات قبلی چرخیدیم. جلسه قبلی فکر کنم گفتم بهتون. به این صورت ما چرخیدیم و بعد بذارین رو پاک کنم، یک مطلب جدید رو روی همین بهتون بگم. اگر من از اینجا یک خطی رو بکشم به اینجا وصل بکنم، حالا اینجا نقطه K بشه، این نقطه N بشه، اینم زاویه آلفا هستش که اون وقت اینجا هم آلفا میشه. حالا طبق هندسه ای که میدونید اینجا رو آ میذارم، اینجا رو بی میذارم. سینوس آلفا رو میدونیم که چی میشه اینجا. سینوس آلفا رو میدونیم به چه شکل میشه. بهتر بود یه دایی. حالا همینجا میگم. سینوس آلفا، کوسینوس آلفا، تانجانت آلفا، کوتانجانت آلفا. سینوس آلفا از اینجا تصویر میکنم روی این، این میشه سینوس، حالا آر سینوس آلفا چون واحد در نظر گرفتیم که میشه سینوس آلفا. از اینجا تصویر کنم این میشه کوسینوس آلفا. حالا چون من براشون نامگذاری نکردم بذار نامگذاری هم انجام بدم، هاش پریم میذارم و اینجا رو هم هاش در نظر میگیرم و این آ رو هم بذار بیارم برای اینجا در نظر بگیرم. این هم نقطه آ هستش، این نقطه ای که اینجا هستش. پس سینوس آلفا برابر هستش با چقدر؟ سینوس آلفا برابر هستش با اینم او او آ که باید در مخرج باشه چون وترمون هستش و مقابل هم هستش آ هاش پریم. بله اینجا او آ، این میشه آ هاش، درسته. و تانژانت آلفا کجا میشه؟ تانژانت آلفا ببینید محور تانژانت ها رو اینجا قطع کرده، درسته. محور تانژانت ها رو ببخشید کوتانژانت اونجا قطع کرده، تانژانت اینجا در ان قطع کرده، در ان قطع کرده. پس از اونجا هم اگه بخوام بگم اسم اینجا رو مثلا میذارم پی، از اینجا، از اینجا تا اینجا میشه پی ان، پی ان، درسته. پس اینم میشه پی ان به کجا؟
pn به oa pn به حالا op دیگه چون اسمشو تعویض کردیم pn به op درسته مقابل به مجاور بله pn به op و از اینجا هم این یکی میشه عکس اون دیگه کوتانجنت میشه op به pn حالا من اسمشو تعویض کردم میخواستم در یک دو تا دایره مجزا اینا رو بهتون توضیح بدم اما خب دیگه گفتم بهتون سینوس آلفا بین منفی یک تا یک هستش کوسینوس آلفا بین منفی یک تا یک هستش اما تانجانت آلفا دیگه مساوی شد نظرم چون به سمت مثبت بی نهایت هستش و اینم منفی بی نهایت و کوتانجانت آلفا هم همینطور به این صورت هستش بعد یک بحثی داریم به اسم جدول مقادیر جدول مقادیر بنقشید مثلثاتی جدول مقادیر مثلثاتی بیایم اینجا بهتون بگم سینوس کوسینوس تانجانت کوتانجانت صفر درجه پی شی شماره رادیان یا سی درجه و پی چهارم رادیان یا 45 درجه پی سوم رادیان یا 60 درجه پی دوم رادیان یا 90 درجه و پی و سه پی دوم و دو پی حالا اینا رو من اینجوری جدا کنم یکم بد کشیدم خودم میدونم بیارمش این طرف حالا در جزوه مرتب تر می نویسم اینا رو 180 درجه سه پی دوم مساوی 270 درجه و دو پی مساوی 360 درجه سینوس صفر میشه صفر سبز بنویسم سینوس صفر میشه صفر سینوس کوسینوس صفر میشه حالا آلفاشو نذاشتم دیگه کوسینوس صفر میشه یک تانجانت میشه صفر اینم میشه بی نهایت یا تعریف نشده چون میشه یک به روی صفر که این میشه بی نهایت حالا در بحث حد میدونید که این به سمت بی نهایت هستش و سینوس سی درجه میشه یک دوم کوسینوس سی درجه میشه رادیکال سه دوم تانجانت سی درجه یک دوم به روی رادیکال سه دوم میشه رادیکال سه سوم و اینم میشه رادیکال سه سینوس 45 درجه میشه رادیکال دو دوم کوسینوس 45 میشه رادیکال دو دوم تانجانتش میشه یک کوتانجانتش هم میشه یک چون رادیکال دو دوم به روی رادیکال دو دوم میشه یک و سینوس 60 درجه میشه رادیکال سه دوم کوسینوس 60 درجه میشه یک و این میشه رادیکال سه این هم میشه رادیکال سه سوم اینا رو درجا میتونم بفهمم یه نکته رو اینجا بهتون میگم سی درجه به اضافه 60 درجه میشه 90 درجه اینا زوایای متمم هستن برای همین سینوس این با کوسینوس اون یکی و تانجانتش با کوتانجانتش برابره ببین سینوس سی درجه برابر کوسینوس 60 کوسینوس سی برابر سینوس 60
و تانجانت کوتانجانتش هم همینطور، تانجانت سی برابر کوتانجانت 60، تانجانت 60 برابر کوتانجانت سیه. 45 درجه هم همینطور، 45 به اضافه 45 میشه 90. ببین سینوسش با کوسینوسش برابره، تانجانت و کوتانجانتش هم با هم برابره. اوکی، پس اینا زاویه های متمم هستند که به این شکل میتونیم بگیم. سینوس 90 میشه 1، کوسینوسش میشه 0. این میشه تعریف نشده یا همون بی نهایت خودمون، اونه بی نهایت بگیم بهتره، و اینم میشه 0، کوتانجانتش میشه 0. و 180 درجه سینوسش میشه 0، این میشه منفی 1، کوسینوسش و تانجانتش 0 رو این یکی هم میشه بی نهایت یا تعریف نشده. 270 سینوسش میشه منفی 1، کوسینوسش 0 و تانجانتش میشه بی نهایت و کوتانجانتش میشه 0. 2π یا 360 درجه هم سینوس 0، کوسینوس 1، تانجانت 0 و اینم تعریف نشده میشه. و نکته‌ای که بهتون گفتم بالا رو هم بنویسم، آلفای به اضافه بتا مساوی 90 درجه یا پی دوم رادیان. پس در نتیجه سینوس آلفا برابر کوسینوس بتا هستش. اینا رو در جزوه کامل قرار دادم، لینک جزوه در دیسکریپشن توضیحات ویدیو هستش. کوسینوس آلفا مساوی سینوس بتا و برای تانجانتش هم همینطور، تانجانت آلفا برابر کوتانجانت بتا و تانجانت کوتانجانتش رو بنویسم، کوتانجانت آلفا برابر تانجانت بتا هستش. اینم از این موارد که بهتون در این جلسه گفتم. با این موارد شروع کردیم و اومدیم دایره مثلثاتی رو گفتم، نسبت ها رو در دایره مثلثاتی گفتم و جدول مقادیر رو هم بهتون گفتم. جلسه بعد میریم سراغ رسم نمودار های مثلثاتی. من یکم تونتون می نویسم، ممکنه بدخط بشه و زیاد مرتب ننویسم، اما اینا رو در جزوه کامل مرتب نوشتم، نگران نباشید. مرسی از شما، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، نظراتتون برام مهمه. بنویسید که کجای کار اشکال داره و کجا رو میپسندید، کجا رو نمیپسندید، چه مواردی رو به کانال اضافه کنیم. ممنون از شما، فعلا خدا نگهدار.